رادیوی بی بی سی. ساعت 7 صبح تهران، 8 در کابل افغانستان، 8:30 در دوشنبه پایتخت تاجیکستان، اینجا لندن است. ساعت 3:30 بامداد شنونده برنامه خبری رادیو بی بی سی هستید. با آغاز هفته در ایران، وزارت بهداشت هشدار داده که آمار مبتلایان به کرونا در این هفته به بالاترین حد خود خواهد رسید. همزمان سازمان بهداشت جهانی هشدار درباره خطر ابتلا به ویروس کرونا را به بالاترین سطح ممکن رسانده. در دوحه قطر قرار است امروز در حضور وزرای خارجه کشورهای جهان اتفاقی تاریخی برای افغانستان رقم بخورد. پس از 1.5 سال مذاکرات فشرده، موافقتنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان به امضا خواهد رسید. و در ادامه تازه‌ترین تنش نظامی در منطقه که از چند هفته پیش میان ترکیه و سوریه آغاز شده، ترکیه میگوید که مانع رفتن مهاجران سوری به سمت اروپا نمی‌شود. می‌پرسیم رجب طیب اردوغان به دنبال گرفتن چه امتیازی از اتحادیه اروپا است؟ همه اینها بعد از شنیدن تازه ترین خبرهای جهان از فرج بالافکن. سلام و صبح بخیر. بی بی سی دریافته که در ایران بیش از 200 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. این تعداد 6 برابر بیشتر از آن چیزی است که مقام‌های رسمی حکومت اعلام کردند. با این همه، یک سخنگوی وزارت بهداشت ایران گزارش بی بی سی را که از منابع بیمارستانی در سراسر ایران تهیه شده بود رد کرده. گزارش حاکی است که بیشترین تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا در تهران به ثبت رسیده. مجلس ایران و مدارس آن کشور تعطیل شدند. در این حال سازمان جهانی بهداشت سطح هشدار در مورد ویروس کرونا را به بالاترین حد افزایش داده. یک سناتور آمریکایی هم در نامه‌ای به وزرای خارجه و دارایی کشورش خواهان فراهم شدن تسهیلاتی در ارسال کمک‌های بشردوستانه به ایران شده. الیزابت وارن سناتور دموکرات گفته که مطمئن نیست سازوکار ایجاد شده از سوی کاخ سفید در این زمینه کفایت کند. امیر پیام از واشنگتن گزارش می‌دهد. در نامه خانم وارن که روز جمعه 9 اسفند ماه خطاب به مایک پومپو وزیر خارجه و استیو منوچن وزیر دارایی نوشته شده، این سناتور دموکرات گفته آگاه است که مسئولیت اصلی تأمین سلامت مردم ایران بر عهده حکومت این کشور است و تهران حق ندارد ناکارآمدی خود در زمینه کنترل ویروس کرونا را به گردن آمریکا یا هیچ کشور دیگری بیاندازد. اما او همزمان نگران آسیب‌های متوجه مردم این کشور است و اینکه ادامه شیوع کرونا در ایران موجب سرایت آن به دیگر کشورهای منطقه و جهان خواهد شد. پس از یک هفته کاهش خشونت در افغانستان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق صلح با طالبان را گامی به سوی پایان جنگ در افغانستان توصیف کرده. امروز مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا و ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان ناتو برای امضای اعلامیه مشترک همکاری‌های مستمر با حکومت افغانستان وارد کابل می‌شوند. انتظار می‌رود که این اعلامیه مشترک قبل از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان به امضا رسد. مقام های افغان میگویند که جامعه جهانی در این اعلامیه به ادامه حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان متعهد خواهند شد. دعا خان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان: وزیر دفاع و سرمنشی ناتو می آید یک اعلامیه مشترک امرای حکومت افغانستان می ده که حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است و یک تجدید تعهداتشان که با حکومت افغانستان دارند تجدید تعهدات است. و مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده گزینه‌هایی را برای همکاری با ترکیه مرور خواهد کرد. این اظهارات بعد از آن است که بیش از 30 سرباز ترکیه در حمله هوایی ارتش سوریه به منطقه ادلب کشته شدند. آقای پومپو گفته که آمریکا پای همکاری با متحدانش در ناتو ایستاده است. به رادیو بی بی سی گوش میکنید. وقتتون بخیر. من ناصر مدنی هستم. در حالی که رئیس جمهوری ایران ترس از بیماری کرونا جدید را توطئه دشمن خوانده بود و وعده داده بود که از امروز شنبه 10 اسفند کار و فعالیت در کشور باید روال عادی خود را داشته باشد، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران میگوید نمیخواهد مردم را بترساند، ولی هفته سختی پیش روست و شمار مبتلایان در این هفته بیشتر خواهد شد. ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هم گفته ممکن است بین 10 تا 15 هزار نفر همین حالا در ایران مبتلا به ویروس کرونا باشند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همزمان گفته جلسات مجلس تا اطلاع ثانوی تعطیل شده است. این در حالی است که مدارس کل کشور تنها به مدت 3 روز و تا روز دوشنبه تعطیل خواهد بود.
همزمان اطلاعاتی که از منابع بیمارستانی در ایران به بی بی سی فارسی رسیده حاکی است که تا دو شب پیش پنجشنبه شب دست کم 210 نفر در شهرهای مختلف ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کردند. آماری که کمی بعد کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران را تکذیب کرد و بر آمار وزارت بهداشت ایران تاکید کرد و گفت تنها 34 نفر در اثر این بیماری کشته شدند. ایران، کره جنوبی و ایتالیا سه کشوری هستند که شیوع ویروس کرونا در آنها سازمان جهانی بهداشت را نگران کرده. این سازمان میگوید 97 مورد جدید ابتلا به کرونا در 11 کشور دیگر جهان به ایران مربوط بوده. بریتانیا، نیوزلند، آذربایجان و بلاروس تازه ترین کشورهایی هستند که گفتند ویروس کرونا از طریق مسافرهایی که اخیراً از ایران بازگشتند به این کشورها منتقل شده. دولت کانادا به شهروندانش هشدار داده که تا فرصت هست ایران را ترک کنند. بیشتر درباره کرونا گفتگو می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ابعاد جهانی گسترش ویروس از مهرنوش پورزیایی. سازمان بهداشت جهانی سطح تهدید جهانی شیوع ویروس جدید کرونا را به بالاترین حد ممکن ارتقا داده، اما گفته اگر زنجیره انتقال ویروس شکسته شود هنوز فرصت مهار آن وجود دارد. تدروس گبریسوس رئیس این سازمان تاکید کرده بزرگترین چالش پیش رو در این زمینه غلبه بر ترس، شایعات و موج اطلاعات غلط پیرامون این ویروس است. ویروس کرونا جدید یا کووید 19 که اولین بار در ووهان چین دیده شده، حالا در 50 کشور جهان پراکنده شده است. دکتر گبریسوس در کنفرانس خبری روز جمعه گفت اغلب موارد ابتلا به ویروس هنوز هم قابل ردگیری به مبدأ هستند و هیچ شاهدی مبنی بر گسترش آزادانه ویروس در مناطق مختلف وجود ندارد. رئیس سازمان بهداشت جهانی درباره معنای افزایش سطح تهدید گفت این موضوع یعنی کشورها باید به مردم خود آموزش دهند، نظارت و مراقبت‌های خود را زیاد کنند، مبتلایان را بیابند، ایزوله کنند و از یک یک آنها مراقبت کنند و همینطور تمام ارتباط‌های آنها را ردیابی کنند. دکتر مایک رایان رئیس بخش فوریت‌های درمانی سازمان بهداشت جهانی در همین کنفرانس خبری گفت دلیل تغییر سطح تهدید ویروس روشن کردن واقعیت خطر برای دول کشورهای مختلف است، چرا که بسیاری از آنها هنوز برای مقابله با این وضع آماده نیستند. آقای رایان خطاب به دول کشورهای جهان یادآور شد که در قبال شهروندانشان و مردم جهان مسئولند و باید آماده باشند. به گفته او رسیدن به مرحله همه‌گیری ویروس به معنی این است که تک تک مردم جهان در معرض ابتلا به ویروس خواهند بود، اما داده‌های فعلی در حال حاضر چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. آقای رایان افزود نمونه چین و کاهش مبتلایان در این کشور نشان می‌دهد که با اقدام مناسب می‌توان جلوی همه‌گیری را سد کرد. در 24 ساعت گذشته چین 329 مورد ابتلای تازه به ویروس را گزارش کرده که پایین ترین میزان در بیش از یک ماه گذشته است. خارج از چین مجموع مبتلایان گزارش شده به 4351 نفر رسیده. از روز گذشته دانمارک، لیتوانی، هلند و نیجریه اولین موارد ابتلا به ویروس را در خاک خود اعلام کردند. تمام موارد در این کشورها به ایتالیا ردیابی شده. سازمان بهداشت جهانی گفته که تاکنون 24 بیمار ویروس کرونا را از ایتالیا به 12 کشور دیگر بردند و 97 مبتلا به این ویروس این بیماری را از ایران به 11 کشور دیگر رساندند. در آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور گفته 15 مورد ابتلا به ویروس اعلام شده که حال یکی از بیماران وخیم است. در همین حال الیزابت وارن سناتور دموکرات آمریکایی که برای نامزدی حزبش در رقابت‌های ریاست جمهوری هم نامزد شده در نامه‌ای به وزرای خارجه و دارایی آمریکا خواسته برای هرچه راحت‌تر شدن انتقال کمک‌های انسان دوستانه به ایران اقدام کنند. او گفته مطمئن نیست سازوکار ایجاد شده از سوی کاخ سفید در این زمینه کفایت کند. مهنوش پورزیایی گزارش می‌داد. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در کره جنوبی همین دقایق پیش اعلام کرده که 594 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور دیده شده که مبتلایان به این ویروس رو در نهایت به 931 نفر رسونده. کره جنوبی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مدارس و دانشگاه‌ها رو تعطیل کرده. این تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها موضوعی بوده که در شبکه‌های اجتماعی گسترده درباره‌اش واکنش داشتیم. کاربری نوشته بعد از اینکه کیف بهداشتی حاوی ماسک، دستکش،
ژل ضد عفونی و الکل بین نمایندگان مجلس به طور رایگان توزیع شد، چیزی که مردم ازش محرومند، و نمایندگان چپ و راست آزمایش کرونا دادند، چیزی که باز مردم ازش محرومند. مجلس شورای اسلامی تا اطلاع ثانوی تعطیل شد، چیزی که مردم ازش محرومند. کاربر دیگری با کنایه به حسن روحانی گفته: مگر توطئه دشمن این نبود که کشور رو به تعطیلی بکشونن؟ پس چرا خودتون مجلس رو تا اطلاع ثانوی تعطیل کردید؟ بیشتر در این باره گفتگو میکنیم با یک کارشناس، اما فعلا شما میتونید نظراتتون رو برای ما بفرستید به آدرس BBC شما در تلگرام، پای پخش زنده برنامه در فیسبوک. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما. بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. پیش از اینکه برنامه رو با کرونا پی بگیریم، بریم سراغ یک موضوع بین المللی. امروز برای افغانستان روز بزرگی است. قرار است پس از یک هفته کاهش خشونت در این کشور، موافقتنامه صلحی میان نمایندگان آمریکا و گروه طالبان در دوحه قطر به امضا برسد. گفته شده وزیران خارجه و نمایندگان ویژه حدود 30 کشور و سازمانهای معتبر بین المللی در مراسم امضای توافقنامه میان طالبان و آمریکا شرکت کنند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه تخت قطر، به BBC گفته که این توافقنامه آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان را رقم خواهد زد. داوود قاریزاده از دوحه قطر گزارش می‌دهد. امضای توافقنامه بین آمریکا و طالبان یک تحول بی‌نهایت مهم برای افغانستان است. تحول تاریخی است از یک جهت. آمریکا بعد از 1.5 سال مذاکرات فشرده، که مذاکرات خیلی سخت هم بوده، به این توافق دست پیدا کرده. هنوز جزئیات این توافق منتشر نشده، ولی تا جایی که ما می‌دانیم آمریکا بر اساس این توافق تعداد نیروهای خود در افغانستان کاهش می‌ده، ولی این کاهش نیروها هم مرحله به مرحله انجام خواهد شد و تحت شرایط خاص خواهد بود، که میگن که این توافق باید از طرف طالبان و طالبان که تعهد می‌کنن باید به تعهداتشون پایبند باشن. و در بدل از این طالبان هم گفتند که یا تعهد کردند که به القاعده و دیگر شبکه‌های تروریستی دیگر رابطه‌ای نخواهند داشت، رابطه‌شون رو قطع می‌کنند و همچنین اجازه نخواهند داد که از مناطق تحت نفوذشان حملات انجام بگیره علیه منافع آمریکا. و این در واقع آغاز یک مرحله بی‌نهایت طولانی دیگه هست که سرانجام ممکن است افغانستان به صلح برسانه، که او مذاکرات بین الافغانی هست که ممکن است بعد از 10 تا 2 هفته بعد از امضای موافقتنامه آمریکا و طالبان شروع شود. مذاکرات بین الافغانی مذاکرات خیلی سخت خواهد بود، چون از حالا نشانه هایش مشهود است که در افغانستان سیاستمداران و همینطور دولت افغانستان به دلایل اختلافات خیلی جدی سیاسی که در اونجا وجود داره هنوز به توافق نرسیدن که چه کسانی باید به نمایندگی از افغانستان بیان با طالبان در مورد مسائل داخل کشور، نظام و همینطوری که آتش بس دائم کی و چه زمانی و تحت چه شرایط باید برقرار شوه مذاکره کنند. بنابراین میشه گفت که افغانستان یک مسیر خیلی پر پیچ و خم طولانی دیگه در پیش رو داره، که این در واقع شامل ممکن است دورهای خیلی زیاده و طولانی مذاکرات با طالبان در جاهای مختلف خواهد بود، تا آنچه که افغانها سالهاست منتظرش هستند که به صلح هست و برقراری آرامش در سرتاسر افغانستان است که به دست پیدا کنند. ولی امیدواری خیلی زیاد وجود داره و موافقتنامه‌ای که آمریکا و طالبان امضا کردن در واقع خود از این آنطور که گفتن یک موافقتنامه تاریخی خواهد بود، که از یک طرف به طولانی ترین جنگ آمریکا در جهان خاتمه می‌دهد و از طرف دیگر زمینه برقراری صلح در دراز مدت در افغانستان فراهم خواهد کرد. داوود قاریزاده درباره امضای توافقنامه میان گروه طالبان و آمریکا از دوحه قطر گزارش میداد. اتفاقی تاریخی که قرار است امروز رقم بخورد. همونطور که گفتم انتظار میره که نمایندگان کشورهای منطقه در مراسم شرکت کنند، اما از شرکت نماینده ایران در این مراسم هنوز خبری در دست نیست. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا دیروز در یک جلسه پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود کشورش ایران را به دقت زیر نظر دارد تا به گفته او تلاش‌های صلح در افغانستان را مختل نکند. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که تا اینجای کار گذشت. راه
پرمشقتی که طی شد و طرفین به اینجا رسیدند. همکارم ضیا شهریار نگاهی کرده به روند مذاکرات آمریکا و طالبان. از جنگ افغانستان بیش از 40 سال می‌گذرد و پس از آن که آمریکا در سال 2001 به این کشور حمله کرد، این جنگ به طولانی‌ترین جنگ تاریخ آمریکا نیز تبدیل شد. ائتلاف به رهبری آمریکا رژیم طالبان را در افغانستان سقوط داد، زیرا گروه طالبان به رهبری شبکه القاعده که مسئول حملات مرگبار 11 سپتامبر دانسته می‌شد، پناه داده بود. گروه طالبان در دولت جدیدی که در نشست بن روی آن توافق شد، سهم نداشت و در عوض آنها تروریست و جنگجویان دشمن خوانده شدند و بسیارشان کشته و زندانی شدند. برای مدت به نظر می رسید طالبان از بین رفته و افغانستان به ثبات رسیده است. اما در سال 2004 نشانه های واضح از بازگشت طالبان دیده شد و اعضای این گروه علیه دولت جدید و نیروهای خارجی اقدام به شورش کردند. پس از آن اولین تلاش بزرگ برای صلح با طالبان تشکیل شورای عالی صلح در سال 2010 بود. این شورا به رهبری برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان موظف شد تا با طالبان مذاکره کند. برای انجام مذاکرات مستقیم و ایجاد محل ثابت برای مذاکره، دولت قطر در سال 2013 پذیرفت تا میزبان دفتر سیاسی گروه طالبان در دوحه باشد. در میان تلاش‌های پراگنده برای شروع یک روند صلح، جنگ شدت گرفت و طالبان به تدریج کنترل خود را در سراسر افغانستان افزایش دادند. در سال 2018 رئیس جمهور ترامپ که سالهاست می‌خواهد نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند، سلمی خلیلزاد را به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان منصوب کرد. در طول سال 2019 نمایندگان ایالات متحده تحت ریاست سلمی خلیلزاد و نمایندگان طالبان زیر نظر عبدالغنی برادر، معاون سیاسی این گروه، برای چندین دوره در دوحه ملاقات کردند. مهمترین خواست طالبان تعیین جدول زمانی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان بود و مهمترین خواست آمریکا هم قطع رابطه طالبان با تروریسم بین المللی و گروه های شبیه القاعده بود. هیچ چیز مشخص از این مذاکرات حاصل نشد و حملات مرگبار طالبان به صورت گسترده ادامه یافت. در سپتامبر سال 2019 هر دو طرف در آستانه امضای توافقنامه بودند، اما رئیس جمهور ترامپ به طور ناگهانی مذاکرات را در پی یک حمله انتحاری در کابل که باعث کشته شدن یک سرباز آمریکایی شد لغو کرد. پیشرفت اصلی در مذاکرات در فوریه 2020 حاصل شد و مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که توافق جدید با طالبان روی دست است. مراحل بعدی این توافقنامه تاریخی شامل جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی و گفتگوهای بین الافغانی در مورد آینده سیاسی افغانستان است. صلح آرزوی دیرینه مردم افغانستان است، اما شک و تردیدهای زیاد هنوز وجود دارد و نگاه ها حالا به سوی مذاکرات بین الافغانی معطوف خواهد بود. ضیا شهریار گزارش می‌داد برای گفتگو در این باره عمر صمد، سفیر سابق افغانستان در کانادا و فرانسه، همین حالا روی خط با ماست. آقای صمد، خیلی ابراز امیدواری‌های زیادی میشه. آمریکا بارها گفته که حاضر به سرعت نیروهاش رو، خروج نیروهاش رو در از افغانستان آغاز بکنه، اما چقدر میشه امیدوار بود که طالبان به قول‌هایی که در این توافقنامه میده پایبند بمونه؟ بله، یقینا امیدواری بیشتر شده. یک مرحله ختم میشه، مراحل دیگه آغاز میشه و این مرحله شامل معلوم داد یک سلسله حرفهای است از قبیل تبادل اسرا، آغاز پروسه صحبت ها و مذاکرات بین الافغانی، موضوع متارکه و آتش بس و بالاخره موضوع سهمگیری طالبان و تغییر نظام و یا دوام نظام در حالتی که همه گروه های سیاسی افغانستان قبول کنند که چطور شراکت در قدرت صورت بگیره و قسمی گفتین تعهداتی که طالبان میسپارن در هر قدم جوانب مختلف باید به اونا پابند بمانند و تعهدات قسمی که شنیده میشه همراه با شرایط هم است و شرایط باید برآورده شود
تا از یک قدم به قدم دیگه پروسه به پیش برود. تعهداتی که گروه طالبان بهش متعهد شده و باید بهش پایبند باشه خیلی به نظر بزرگ میاد. این رو چطور میشه بهش امیدوار بود که این صلحی بهش دست پیدا میکنن طرفین، این صلح پایداری باشه طولانی مدت؟ خب میبینین تا به حال از محتوای این تفاهمنامه و توافقنامه که تا چند ساعت دیگه به امضا میرسه ما کاملا آگاهی نداریم. از جزئیات تصامیمی که گرفته شده بین ایالات متحده و طالبان خبر نداریم و این هم فراموش نکنیم که تصامیمی که در اینجا گرفته شده مربوط به ایالات متحده و طالبان است، نه مربوط به متباقی جامعه افغانستان و طبقه سیاسی افغانستان و حکومت افغانستان و دولت افغانستان و طالبان. اما انتظار میره که گروه طالبان با دولت افغانستان به یک نتیجه برسه. اون انتظار، منظورم انتظار بزرگی نخواهد بود اینکه طالبان بپذیره دولت مرکزی رو در افغانستان؟ دولت مرکزی در افغانستان خودش فعلا سرنوشتش کاملا معلوم نیست. ایده چیزی را که مثلا در انتخابات بیرون شد، نتایجی که دو قبول دارن، ایده دیگه قبول ندارن. من فکر میکنم در خلال یک هفته آینده باید مشکل و بحران سیاسی داخل افغانستان که ناشی از انتخابات بگوییم که جنجال برانگیز بود باید روشن شود، تا حدی بیشتر روشن شود. و توقع این است که سیاسیون افغانستان، هم آنهایی که امروز در قدرت هستند و هم آنهایی که در حاشیه قدرت هستند، اینا یک حرکت همگانی و همشمول برای بیندازن و اینا آماده صحبت با طالبان شوند. این یک مشکل سیاسی داخل کابل است که باید حل شود. بعدا باید تصمیم بگیرن که کی ها از جامعه فعلی افغانستان و از طبقه سیاسی افغانستان در مذاکرات بین الافغانی اشتراک کرده و نمایندگی میکنه و روی کدام موضوعات با طالبان اینا آغاز میکنن صحبتهای خود. مراحل و قدمهای چند روز آینده و فکر میکنم که اهمیت خاص داره و زمینه را برای صحبت‌های آینده فراهم می‌سازند. وزیر خارجه پاکستان در مراسم امضای توافق امروز حاضر خواهد بود. هنوز مشخص نیست که آیا از ایران هم نماینده‌ای در این جلسه شرکت می‌کنه یا نه. آقای صمد، نقش کشورهای منطقه را چطور ارزیابی می‌کنید؟ بسیاری ابراز نگرانی کرده بودن از اینکه ایران ممکنه اختلالی ایجاد بکنه در روند صلح. خب این از مراجع آمریکایی که فعلا با ایران مشکلات دارن ابراز شده و یقینم ایران هم در گذشته ارتباطاتی را که با طالبان داشته باعث یک سلسله نارامی ها و یا فکر کنیم که پریشانی در واشنگتن و کابل شده بود. ولی من فکر میکنم که قضیه افغانستان اگر برگردیم به بن 2001 نشان میده که منطقه و بالخصوص همسایگان افغانستان همه باید در این پروسه نقش خود داشته باشن و امیدواری هم همین است که ایران هم در این گردمایی شرکت بکنه. من بعید میدانم که ایران شرکت نکنه الا ای که کدام موضوع تکنیکی باشه یا به ویروس ارتباط داشته باشه یا به کدام موضوع دیگر. ولی یقیناً که حضور ایران و تمام همسایگان افغانستان و کشورهای زیردخل در قضیه افغانستان حتمی است. و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آقای صمد، این دستاورد بزرگی است برای دونالد ترامپ. دونالد ترامپ چه کرد که مثلا رئیس جمهوری پیشین باراک اوباما نتونست در افغانستان به دست بیاره؟ فکر میکنم دونالد ترامپ هدفش از آغاز همین بود که باید در خلال 4 سال ریاست جمهوری خود همین دستاورد داشته باشه و طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا را خاتمه ببخشه و از او باعث برگه برد در انتخابات 2020 امریکا هم استفاده بکنه. و البته بعضی مسائل دیگه هم یقینا در ذهنش است. ولی فراموش نکنیم که این تفاهم نامه فردا قرار است امضا شود. از فردا تا نوامبر 2020 که زمانی است که در امریکا انتخابات دایر میشه، نسبت چند ماهی را پیش رو داریم و در این چند ماه اگر وضع افغانستان
واقعا به طرف بحران بیشتر بره. یقینا که رقبای آقای ترامپ از این موضوع استفاده خواهند کرد بر علیه او و خواهند گفت که تو دستاورد کامیابی در افغانستان نداشتی بلکه ناکامی داشتی و ناکام شدی. لحاظا یقینا که قضیه افغانستان در خلال سال 2020 یکی از موضوعات سیاست خارجی و کمپین انتخاباتی آمریکا خواهد بود. ممنونم از شما عمر صمد، سفیر سابق افغانستان در کانادا و فرانسه، همین حالا روی خط با ما بودن درباره اتفاق مهمی که امروز در دوحه قطر خواهد افتاد، امضای توافقنامه میان آمریکا و گروه طالبان. موضوعی است که در حضور در واقع وزرای خارجه و نماینده مؤسسه‌های بزرگ جهانی در دوحه قطر اتفاق خواهد افتاد. بسیاری چشم انتظار هستن. شما هم حتما امروز در طول روز میتونید برنامه‌ها رو از بی بی سی فارسی دنبال کنید و این روند رسیدن به این توافق و امضای این توافقنامه رو مشاهده کنید. هر جا که هستید، سر میز صبحانه یا در حال رانندگی، می توانید چشم انداز بامدادی بی بی سی را از طریق رادیو هم بشنوید. صدای ما را می توانید از ساعت 7 تا 8 و نیم صبح به وقت تهران از موج متوسط 1413 کیلوهرتز دریافت کنید. از ساعت 7 تا 8 صبح تهران این برنامه بر روی امواج کوتاه 41 و 49 متر برابر با 7485، 6095 و 6010 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 صبح تهران صدای ما را می توانید بر روی امواج کوتاه 22، 25 و 31 متر برابر با 13750، 11905 و 9440 کیلوهرتز بشنوید. روزتان را با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی آغاز کنید. راه‌های مقابله با این ویروس جدید کرونا همچنان دست به دست میشه. در شبکه‌های اجتماعی سازمان بهداشت جهانی اعلامیه‌ای رو منتشر کرد و گفت که از مسافرت پرهیز کنید، به مردم توصیه کرده که دست‌ها مرتب شسته بشه، لمس صورت با دستی که از در واقع محیط‌های آلوده رو لمس کرده یکی از دلایل انتقال بیماری عنوان شده. در روزنامه‌های صبح امروز تهران هم این موضوع واکنش گسترده داشته. بسیاری انتقاد کردن از حسن روحانی و در واقع تمهیداتی که اندیشیده نشد، قرنطینه‌ای که اتفاق نیفتاد و آماری که بسیاری دربارش شفاف نبودن. با فرشته قاضی روزنامه نگار مروری خواهیم داشت بر تعدادی از این روزنامه ها. بررسی روزنامه‌های امروز تهران رو در بخش اول شروع می‌کنیم با روحانی مات شد از جهان صنعت. دولت زیر تیغ بحران‌ها از ابتکار و آقای روحانی درباره ویروس کرونا بگذارید متخصصان سخن بگویند از ستاره صبح. بسیار خوب، روزنامه جهان صنعت در این باره چه نوشته؟ روزنامه جهان صنعت به شدت انتقاد کرده از حسن روحانی و اینکه گفته بوده از شنبه همه چیز به صورت عادی در میاد و با قرنطینه کردن و تعطیل مدارس هم مخالفت کرده بود. نعمت احمدی در این روزنامه نوشته که برخی چیزها با امیال، آرزو، دستور و خواسته فراهم نمیشه، بلکه مواجهه با اونها باید علمی باشه. ممکنه آرزوی رئیس جمهور این باشه که کشور تعطیل نشه، به هر حال آخر سال و اقتصاد کشور هم گرفتار، اما واقعیت چیز دیگریه. واقعیت آمار بستری شده ها و تلفات ناشی از کرونا است که باید دیده بشه و این هفته هم شیوع این بیماری سیر صعودی داشته. روزنامه ابتکار بحران هایی که احمدی نژاد با اون مواجه بود رو مقایسه کرده با بحران های زمان ریاست جمهوری حسن روحانی. روزنامه ابتکار اشاره کرده به بحران های دولت احمدی نژاد و مقایسه کرده بر این مبنا که در دولت او خود او بود که بحران ایجاد میکرد، اما الان برای روحانی بحران ایجاد میشه. این روزنامه هم انتقاد کرده باز از سخنان حسن روحانی در مورد کرونا و عدم قرنطینه کردن شهر قم و شهرهای دیگه و نوشته که اگه این اخبار رو، یعنی آنچه که رئیس جمهور از روال عادی میگه از روز شنبه و قرنطینه نشدن، در کنار اخبار مبنی بر قرنطینه کردن چند شهر در کشور ایتالیا که نسبت به کشورمون دارای آمار کمتر و کشته شدگان پایین‌تری قرار بدیم، اینگونه پیش میره که هرچی در دنیا برای کنترل این ویروس به سمت قرنطینه پیش میره،
در ایران از این رویه دوری میکنن و اینها باعث میشه که در واقع بی‌اعتمادی نسبت به مدیریت و تصمیمات در شرایط بحرانی افزایش پیدا بکنه. و روزنامه ستاره صبح که توصیه‌ای کرده به رئیس جمهور ایران، علی صالح آبادی در سرمقاله این روزنامه پرسیده که چرا بلافاصله نسبت به ویروس کرونا در ایران اطلاع رسانی نشد، مثل اون چی که این روزها داره میشه، و پرسش دیگه اینه که چرا از همون لحظه اطلاع رسانی با بهره گیری از روش چی متخصصان قم قرنطینه نشد، چرا نماز جمعه این شهر برگزار شد و چرا حرم حضرت معصومه به طور موقت تعطیل نشد. آقای صالح آبادی خطاب به روحانی نوشته که اگر روز اول اسفند شهر قم رو قرنطینه کرده بودید، امروز شاهد این تعداد از تلفات مبتلایان به ویروس کرونا در کشور نبودیم و از آن مهمتر 83 میلیون ایرانی نگران و دچار خسارت روحی و روانی نمی شدن. با فرشته قاضی بودیم، روزنامه نگار که امروز اساساً از لندن با ما همراه بود. اما نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرها. وزارت خارجه کانادا به آن دسته از شهروندانش که در ایران هستند هشدار داده. پیش از آن که همه راه‌های سفر به ایران و خروج از این کشور بسته شود، ایران را ترک کنند. طی یک هفته گذشته چند نفر از کسانی که بعد از ورود به کانادا نتیجه آزمایش کرونا آنها مثبت تشخیص داده شد، مسافرانی بودند که به تازگی از ایران بازگشته بودند. بی بی سی دریافته که در ایران بیش از 200 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. این تعداد 6 برابر بیشتر از آن چیزی است که مقام‌های رسمی حکومت در ایران اعلام کردند. با این همه، یک سخنگوی وزارت بهداشت ایران گزارش بی بی سی را که از منابع بیمارستانی در سراسر ایران تهیه شده بود رد کرده و همچنان تأکید کرده که تعداد کشته شده ها بر اثر ویروس کرونا 34 نفر بوده. همزمان پس از یک هفته کاهش خشونت در افغانستان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق صلح با طالبان را گامی به سوی پایان جنگ در افغانستان توصیف کرده. امروز مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا و ینس استولتنبرگ دبیر سازمان ناتو برای امضای اعلامیه مشترک همکاری‌های مستمر با حکومت افغانستان وارد کابل می‌شوند. انتظار می‌رود که این اعلامیه مشترک قبل از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان به توافق برسد. و مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده گزینه‌هایی را برای همکاری با ترکیه مرور خواهد کرد. این اظهارات بعد از آن است که بیش از 30 سرباز ترکیه در حمله هوایی ارتش سوریه به منطقه ادلب در سوریه کشته شدند. همچنان با ما باشید، خبرها رو پی میگیریم در ادامه برنامه. به همین ماجرای در واقع درگیری تازه میان نیروهای سوریه و ترکیه در ادلب سوریه خواهیم پرداخت. تازه ها رو پی میگیریم. بار دیگر سراغ کرونا میریم. قرار بود مهمونی به برنامه دعوت کنیم و اینجا نظراتشون رو بشنویم درباره ویروس کرونا. متاسفانه ارتباطمون برقرار نشد، اما بیشتر از شما خواهیم شنید در پیام هایی که برای ما فرستادید. و در پایان برنامه چشمانداز بامدادی امروز هفت شنبه رو خواهید شنید. اگه تو هم حس می کنی گوشای دنیا کر شده، اگه یه جنگل پیش رو سوخته و خاکستر شده، اگه شنونده برنامه چشم‌انداز بامدادی هستید از رادیو بی بی سی که از لندن پخش می شود. پس از اینکه ترکیه اعلام کرد دیگر مانعی برای عبور مهاجران از این کشور نخواهد بود، گروهی از پناهجویان و مهاجران به سمت مرزهای این کشور با اروپا حرکت کردند. ترکیه میگوید حمایت کافی از سوی سایر کشورها برای پذیرفتن میلیون‌ها مهاجر سوری را دریافت نکرده. این تصمیم پس از آن اعلام شده که صبح دیروز 33 نفر از نیروهای ارتش ترکیه در ادلب سوریه به دست نیروهای وابسته به بشار اسد کشته شدند. ترکیه گفته از زمین و آسمان به سوریه حمله می‌کند و انتقام می‌گیرد. بسیاری از ناظران حمله به مواضع ترکیه در سوریه را با باز شدن مرزهای این کشور با اروپا مرتبط دانستند و آن را اهرم فشاری بر اروپا قلمداد کردند. از علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان، پرسیدم ترکیه با این اقدام قصد دارد چه امتیازی از اتحادیه اروپا بگیرد؟ مشکل اردوان این مشکل اساسی است. یکی اولا این نه مهاجرانی که در خود ترکیه هستند، بلکه مهاجرانی که در اثر حمله هوایی سوریه و حتی روسیه الان در پشت
مرزهای ترکیه هستن. حد زده میشه که نزدیک به 1,000,000 اونجا هستن و میخوان وارد ترکیه بشن. البته ترکیه به اونها اجازه نمیده. ترکیه میخواد که در سرزمین سوریه در امتداد مرزش به اصطلاح یک کمپ‌های درست بشه، اروپا وارد بشه، به اینها کمک بکنه. یک دو اینکه یک نقطه حائلی درست بشه در امتداد مرز ترکیه که هم نه تنها از این پناهندگان به اصطلاح حمایت بشه، بلکه دیگه کردها هم به اونجا برنگردن. این خواست ترکیه هست، ولی اینکه آیا به این خواستش برسه فکر نمی‌کنم به این سادگی باشه، چون اروپا حاضر نیست وارد چنین مسئله‌ای بشه. حالا ما باید ببینیم که اصولاً این به اصطلاح معرکه به کجا میرسه این جنگ، ولی ترکیه اعلام کرده که پاسخ خواهد داد به کاری که ارتش سوریه کرد، یعنی حمله‌ای که هوایی کرد که 33 سرباز ترکیه رو کشته. زد و خوردهایی هم دیروز بوده در اطراف ادلیب، در اطراف سراغب، ولی هنوز اون به اصطلاح ابعادی که آقای اردوان تهدید کرده بود به خودش نگرفت. همین حالا 3,700,000 مهاجر سوری در ترکیه حضور دارند و اگر قرار باشه که ترکیه اجازه بده که اینها از مرز عبور کنن به اروپا بیان، اینها یا تهدید بزرگی برای اروپا نیست؟ گفتید که اروپا حاضر نخواهد بود که قدم برداره برای حمایت از اردوغان. بله، خیلی تهدید بزرگی است. به همین علت هم اروپا دیروز از ترکیه خواست با اون قراردادی که در مورد مهاجرین ما با شما بستیم، چون به هر حال اتحادیه اروپا با ترکیه یک قرارداد به اصطلاح مهاجرین بسته، تایی این قراردادی که با مهاجرین بسته قرار شده که چندین میلیارد به ترکیه کمک بکنه اروپا. از طرف دیگه قرار شده که مشکلات اقتصادی که ترکیه در ارتباط با مهاجرین داره اونها رو هم اروپا حل بکنه. به همین علت به ترکیه اختار کرد که اینکه شما جلوی آوارگان رو نمیگیری که دارن به طرف مرزهای بلغارستان و یونان سرازیر میشن، این نقض اون هست. به همین علت هم تا حدود دولت ترکیه عقب نشست، چون به هر حال مایل هم نیست که 100% روابطشو با اروپا به هم بزنه. علاوه بر این ترکیه میدونه که همین الان هم بلغارستان و هم یونان شروع کردن به دفاع شدید از مرزهاشون، به طوری که خبرهایی که دیشب رسید حاکی از این بود که این مهاجرانی که بله. از ترکیه رفته بودن به طرف مرز یونان نتونستن همشون وارد یونان بشن. بسیار خوب، پس ما الان با رئیس جمهور ترکیه طرف هستیم که از طرفی ناتو حمایت نظامی رو که او انتظار داشت ازش نکرده، آمریکا همینطور، روسیه هم روی خوش چندان نشون نداده، میدونیم که حمایت میکنه از رژیم بشار اسد و بشار اسد هم که حمله کرده به مواضع ترکیه. ترکیه از داخل، رجب طیب اردوغان در داخل کشور هم تحت فشار است. این بازی که شروع کرده رو چطور میتونه تموم بکنه رئیس جمهور ترکیه؟ بایستی یک راه دیپلماتیک براش پیدا کنه. یک بحرانی شده، وارد یک بازی شده که این بازی رو نمیتونه ببره، چون روسیه به هر قیمتی شده میخواد پشت اسد واسه، و اسد هم به هر قیمتی شده میخواد استاد ادلیب رو پس بگیره. آمریکا به هیچ وجه حاضر نیست وارد این مناقشه بشه، آقای ترامپ بارها گفته. اروپا هم حاضر نیست که این نقطه به اصطلاح این حائل پرواز ممنوع رو ایجاد بکنه، چون حائل پرواز ممنوع اونجور که ترکیه میخواد که دیگه هواپیماهای روسی و سوری پرواز نکنن در اون منطقه، احتیاج داره که شما سامانه‌های ضد هوایی بگذارید اونجا، و هیچ کشور اروپایی و ناتو هم حاضر نیست سامانه‌های ضد هوایی بذاره، اگر چون به هر حال باید جلوی نقض این داستان رو گرفت. به همین علت من فکر می‌کنم سعی خواهد کرد که در چند روز آینده با مسکو یک راه حل به هر حال دیپلماتیک پیدا کنه. ظاهرا همچنین در تلفنی که آقای پوتین و آقای اردوغان با هم کردن، قولهایی هم دادن که احتمالاً در پنجم یا ششم ماه آینده یا همین ماهی که ما الان درش امروز آغاز کردیم با هم دیگه ملاقات بکنن و یه راه حلی پیدا بکنن که از طریق دیپلماتیک. ولی باید ببینیم که این راه حل دیپلماتیک چه خواهد بود که هم
اسد رو راضی بکنه، هم ترکیه رو راضی بکنه، هم روسیه رو راضی بکنه. بعد منتظر بود، ولی به هر حال خود ترکیه هم میدونه که از این ماجرا از طریق دیپلماتیک فقط میتونه بیاد بیرون. گفتگو میکردم با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان. واکنشا بسیار زیاد بوده در شبکه‌های اجتماعی به موضوعاتی که تا اینجای کار در برنامه مطرح شده، هم موضوع کرونا، هم قضیه توافق صلح میان طالبان افغانستان و آمریکا. کاربری برای ما نوشته در حالی که گروه طالبان به عنوان تندروترین گروه اسلامی در حال مصالحه و تفاهم با آمریکاست، رهبر ایران بدون توجه به امنیت و منافع ملی ایران همچنان بر طبل آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی خیش میکوبد و بر آن مفتخر است. این پیام سامان بود. جواد گفته دشمنان خارجی ایران رو نشونه گرفتند، جمهوری اسلامی بهانه است. کاربر دیگری به اسم ام شناسه کاربریش هست نوشته رفراندوم رو برای همین روزها گذاشتند، همین روزهاست که باید به مردم فرصت میدادید خطای محاسباتی خود را جبران کنند و به شما و دولتتان نه بگویند. دیرتر باز هم به پیام هاتون برمیگردیم و تعدادی دیگه از اونها رو مرور میکنیم. فعلا چند خبر دیگه از ایران رو بشنویم، چند خبر کوتاه. آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد از تعطیلی نماز جمعه در این شهر انتقاد کرده و گفته نماز جمعه در هیچ شرایطی نباید تعطیل شود. به دنبال شیوع سریع بیماری کووید 19 در ایران، ستاد مقابله با کرونا در اطلاعیه اعلام کرد که نماز جمعه به مدت یک دوره در تهران و 22 مرکز استان دیگر برگزار نخواهد شد. این موضوع اما با اعتراض بعضی چهره‌های مذهبی همراه شد. قرنطینه نکردن شهرهای آلوده و تعطیل نشدن اماکن مذهبی در ایران انتقاداتی هم در پی داشته است. خبرگزاری ایسنا از مهار آتش در بیمارستان شهرک توحید بندرعباس خبر داده و به نقل از مقام‌های محلی از مردم خواسته به شایعات درباره قرنطینه بیماران مبتلا به کووید 19 در این بیمارستان توجه نکنند. دکتر فاطمه نوروزیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان گفته در سطح استان مراکز درمانی منتخب برای مراجعه افراد با علائم حاد تنفسی در نظر گرفته شده و در موارد لازم افراد برای درمان و بستری به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس ارجاع داده می شوند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه به کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان رفت تا درباره سیاست‌های کاخ سفید در قبال ایران و عراق توضیح دهد. آقای پومپئو در دفاع از تصمیم آمریکا برای کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران گفت که این اقدام برای کاهش تنش بوده. آقای پومپئو انتقادها از برنامه دولت ترامپ برای فشار حداکثری به ایران را رد کرد و جمهوری اسلامی را بار دیگر به حمایت از تروریسم یهودی ستیزی متهم کرد. و سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای درباره خطر اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه در ایران هشدار داد. این سازمان گفته این سه نفر در دادگاهی ناعادلانه محاکمه شده و تحت شکنجه قرار گرفتند. عفو بین الملل از قول امیر حسین مرادی گفته او به زور به اعترافات تلویزیونی علیه خود وادار شده و همچنین روند دادرسی در این پرونده ها را شدیداً غیر منصفانه خوانده. ممنون که در این صبح شنبه با ما همراه هستید. بار دیگر با فرشته قاضی مروری داشته باشیم و چند روزنامه دیگر از روزنامه‌های صبح امروز تهران. بررسی روزنامه تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با کرونای مسئولان، کرونای مردم از آفتابی است و سنتز روحانی از شهر. تعطیلی مجلس اما باز بودن مدارس و محل کار مردم در کنار دسترسی بهتر مسئولین به تجهیزات آزمایشگاهی از موارد مورد انتقاد در این چند روز گذشته بوده. روزنامه آفتاب یزد هم در این باره مطلبی نوشته، جزئیاتش رو بفرمایید. روزنامه آفتاب یزد انتقاد کرده از تعطیلی مجلس و اینکه در حالی که نمایندگان باید بودجه سال 99 رو تصویب کنن تا معیشت مردم و کارکنان دولت تامین بشه، مجلس رو تعطیل کردن ولی همزمان مردم هستن که باید سر کار حاضر بشن. روزنامه آفتابی از سوال کرد که آیا امکانات مقابله با کرونا و درمان آن با عدالت توضیح شده و پاسخ دادی که ابتلای چند چهره مسئول به این بیماری نشون میده که این ویروس اهل تبعیض نیست، اما عملکرد مسئولین طی هفته گذشته نشون داد که در روابط اونها با مردم تبعیض موج میزنه.
اینکه اعضای شورای شهر و مسئولینی که هیچ علائمی از ابتلا به کرونا ندارن تست میدن کاملا غیر اخلاقیه، چرا که در شرایط خاص کنونی که با کمبود کیت مواجه هستیم ضرورت آن برای بیماران بیشتر حس میشه. و در پایان هم مطلبی از روزنامه شرق با نگاهی به ویروس کرونا، اما وضعیت سیاسی دولت حسن روحانی بعد از انتخابات مجلس. احمد غلامی سردبیر این روزنامه به ویروس کرونا هم اشاره کرده و اینکه این ویروس خطرناک اهمیت سیاسی انتخابات مجلس و منتخبینش رو به قرنطینه برده و کمتر کسی در هفته‌های گذشته میل و رغبتی داشته تا درباره این انتخابات اظهار نظر بکنه. اما به اعتقاد آقای غلامی مجلس 11 مجلس مهمیه و اگر بزرگترین وظیفه‌اش همراهی با نهادهای رسمی نباشه که هست، بیش از هر چیز سکوتشون در برابر اقدامات نهادهای رسمی بیش از همدلی معنای دیگری داره. سرمقاله نویس روزنامه شرق توضیح داده که این وضعیت به پروژه جریان اصلاحات روشنفکران و تجدد طلبان آسیب جدی میزنه و بین مجلس 11 و سنتگرایان که نوعی باور ایدئولوژیک وجود داره این توافق هست که اعمال سیاست‌های سنتی گذشته بدون تذکر انتقادی به این سیاست و پافشاری بر آن باید صورت بگیره، که این مسئله ای هستش که در سیاست وضعیت فعلیمون هم از همونجا داره نشأت میگیره. فرشته قاضی بود، روزنامه نگار در لندن. کاربری برای ما نوشته به اسم ناصر: مشکلات رجب طیب اردوغان از زمانی شروع شد که گفتگوهای صلح رو با کردها قطع کرد. راه حل هم همان به رسمیت شناختن وجود کردها و مشارکت دادن آنها در سرنوشت جامعه ترکیه در حد وزن سیاسی آنها باشد. کاربری به اسم شاهین انتقاد کرده از وضعیت بررسی و آزمایش بیمارانی که مشکوک به داشتن ویروس کرونا جدید هستند در زاهدان، گفته امکانات بسیار کم هست. کاربر دیگری گفته مردم باید خودشون نهایت رعایت بهداشت رو بکنن و منتظر کمک دولت نباشن، پای جان در میان است. کاربری در فیسبوک پیام های زیادی دریافت کردیم. کاربری به اسم افشین گفته که خب مجبور بودید که بگید که قرار است تا مثلا شنبه اوضاع کشور خوب بشه، بعد اون وقت نتونید اوضاع رو برگردونید و فقط تا سه شنبه دوباره تمدید میکنید، مدارس رو تعطیل میکنید. و گفته متاسفانه دولت مردان ایران مشکل این ویروس رو خیلی دست کم گرفتن. کاربر دیگری به اسم آبدی هم گفته مثل روز روشنه که طالبان با حاکمان کنونی افغانستان آبشون توی جوب نمیره، دو پادشاه در یک اقلیم نگنجن. بریم سراغ خبرهای ورزشی امروز. کاوه مشکات خبرها رو برامون مرور کرده. اول از فوتبال در ایران میگه. خبرهای ورزشی رو با لیگ برتر فوتبال ایران و پایان هفته 21 مسابقات شروع میکنیم. در سه بازی باقی مانده هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران که به دلیل گسترش کرونا بدون تماشاگر برگزار شد، تراکتور در یک بازی خارج از خانه 1-0 مقابل پارس جنوبی شکست خورد. مسابقه ای که سرمربی تراکتور اعتراض داشت، دو پنالتی این تیم به گفته ساکت الهامی برای این تیم گرفته نشد. در این مسابقه پارس جنوبی تونست 1-0 تراکتور رو شکست بده. در دیگر مسابقه هایی که دیروز برگزار شد، تیم صنعت نفت آبادان بعد از 4 شکست متوالی تونست در تهران سایپا رو 2-1 شکست بده. در دیگر بازی دیروز نفت مسجد سلیمان و پیکان 1-1 با هم مساوی کردند. در پایان هفته 21 پرسپولیس بعد از رأی کمیته انضباطی در مورد بازی این تیم مقابل سپاهان که نتیجه رو 3-0 به نفع پرسپولیس اعلام کرد، با 47 امتیاز در صدر جدول قرار داره. سپاهان با 37 امتیاز در رده دوم و تراکتور سازی هم در رده سوم جای گرفته. خب کاوه، بریم سراغ لیگ برتر فوتبال انگلیس. دیروز یک بازی برگزار شد که نتیجه جالبی داشت. تیم پایین جدولی نوریچ موفق شد که به یک پیروزی مهم دست پیدا کنه. از جزئیاتش برامون بگو. میتونیم بگیم در این بازی یک شگفتی رقم خورد. نوریچ مقابل لستر سیتی تیم سوم جدول موفق شد 1-0 به پیروزی برسه. نوریچ در قعر جدول
لیگ برتر فوتبال انگلستان قرار داره و این برد میتونه در واقع شانس این تیم برای موندن در لیگ برتر رو تا حدودی افزایش بده. اما امروز هم چند بازی در لیگ برتر فوتبال انگلستان برگزار خواهد شد. تیم عریضا جهانبخش یعنی برایتون در خانه میزبان کریستال پالاس هست، بورنموث در خانه میزبان چلسی هست، نیوکاسل با بنلی بازی میکنه، وست هم در شرق لندن مقابل ساوثهمپتون قرار میگیره و واتفورد با لیورپول بدون شکست و سرنشین لیگ برتر فوتبال انگلستان در خانه بازی خواهد کرد. فرزاد گفته که یه زمانی دستگاه تبلیغاتی حاکمیت میتونست با بسیج میلیونی مردم رو به جبهه بفرسته، ولی امروز حتی قادر نیست در برابر یه ویروس مردم رو به آرامش دعوت کنه. بریم سراغ مطلب پایانی برنامه امروز هفت شنبه، کاری از علی همدانی. دیوانه شدیم، بیدار میشیم، شب میخوایم بخوابیم، خواب میبینیم، ای وای دیوانه شدیم از این کرونا ویروس. کرونا ولمون کن بابا، برو دیگه. بی خیال ما شو برو، دست بردار کشو برو، نه نمیخوام دیگه تو رو، کاری به کار ندارم، کاری به کارت ندارم، میگی دل نداری یاره ندارم، حوصله یه درد سری که میاد و نمیره ندارم، کاری به کارت ندارم، میگی دل نداری یاره ندارم، حوصله یه درد سری که میاد و نمیره ندارم. صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر، خدمت شما هر کجایی که هستید سلام میکنم. علی همدانی هم. آقا ببخشید شما کرونا دارید؟ نخیر نخیر، بنده فعلا ندارم. اما نترسید، نگرخید، اگه دستتون رو بشورید، بهداشت رو رعایت کنید، امنید. اگه علائمشو دیدید، تب داشتید، سرفه کردید، زنگ بزنید دکتر. زود اگه به جمعید زودم خوب میشین، مثل این خانم ندا در تهران. شنیدم به کرونا مبتلا هستی ندا جانی، هیچ اشکالی نداره، خوب و خوب میشی. بیتا خواهرت گفته بهت بگیم که ندا دوستت دارم، زود پاشو بیا خونه، دوست دارم که خوب 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 سلامت باشی، دوستت دارم هزار بار، این ترانه تقدیم به تو. بیا اینم ترانه مورد علاقت، حالشو ببر، رفتی خونه پیام بده، خوشحال بشی. داغه یک عشق قدیم اومدی تازه کردی، شهر خاموش دلم رو تو پرآوازه کردی، آتش این عشق کهنه دیگه خاکستری بود، اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود، به عشق تو زنده بودم منو کشتی، دوباره زنده کردی، دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی، دوباره زنده کردی. عشقت به من داد عمر دوباره، معجزه با تو فرقی نداره، تو خالق من بعد از خدایی، در خلوت من تنها صدایی، به عشق تو زنده بودم منو کشتی، دوباره زنده کردی، دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی، دوباره زنده کردی. بریم سراغ ترانه‌های تازه زخم نامرئی از ابی. اگه تو هم حس می کنی گوشای دنیا کر شده، اگه یه جنگل پیش رو سوخته و خاکستر شده، اگه زمانه به تنت زخمای نامرئی زده،
سایه برج سرطان رو سر تقویم بده، ساز تو بردار و بخون آوازی از جنس جنون، ترانه ای با لحجه عشق و یکی شدن بخون. من و تو باید با هم کوها رو جا به جا کنیم، من و تو باید با هم دنیا رو هم صدا کنیم. رویاهات از یادت نرن، آرزوهات تموم نشن، دنیا صدا تو میشنوه، زندگی رو فریاد بزن. من و تو باید با هم کوها رو جا به جا کنیم، من و تو باید با هم دنیا رو هم صدا کنیم. رویاهات از یادت نرن، آرزوهات تموم نشن، دنیا صدا تو میشنوه، زندگی رو فریاد بزن. ترانه بعدی از عماد طالب‌زاده است. جای تو گوشه ی دل منه، از تو دور دست همه، هرچی آدمه با چشات میریزی شهر رو به هم، تو کاری کردی با دلم، عماد عاشقم تو منو دیوونه کردی، شیرینی تر از عشقت چه دردی، کارت دیوونه کردی گذشته ها. بریم سراغ گروهی که بسیار محبوب بود، عمرش هم کوتاه بود، اما ترانه هایی که به جای گذشت رو بعدن خیلی آخوندن، گروه 6 و 8 و ترانه یه روزی تنگ غروب آسمون. داره کم کم باز دلم دیوونه میشه،
به پایان ساعت اول چشم انداز بامدادی امروز میرسیم. ممنون از اینکه در این برنامه ما رو همراهی کردید. فراموش نکنید که امروز در کنار پوشش تازه ترین خبرها درباره کرونا، پوشش ویژه امضای توافقنامه صلح بین آمریکا و گروه طالبان در دوحه قطر رو هم دارید. من ناصر مدنی هستم به همراه همکاران امروز فرج بالافکن و مینا جوشهوانی. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. ایام بکا.